با سلام به شما بینندگان عزیز، من کیان آذر هستم و اولین برنامه دانشگاه سنگر آزادی و برابری در سال تحصیلی جدید یعنی سال 90-91 رو به شما تقدیم میکنم. این برنامه به صورت اختصاصی مربوط هست به دانشگاه و مبارزات دانشجویی که در دانشگاه‌های مختلف ایران صورت میگیره که ما در سال‌های گذشته همین برنامه رو داشتیم، ولی در سال تحصیلی جدید که الان حدوداً یک ماه هست شروع شده، اولین برنامه هستش که تقدیم میکنیم به شما. این برنامه در سازمان جوانان کمونیست تهیه میشه و همونطور که گفتم فوکوسش روی مسائل دانشجویی هست. در این یک ماهی که سال تحصیلی جدید شروع شده و دانشگاه ها باز شدن، ما با شروع شدن اعتراضات مختلف توی دانشگاه های مختلف روبرو بودیم و دانشجوها از همون روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید دست به اعتراض زدن. اخبار بسیار زیادی در رابطه با اعتراضات دانشجویان منتشر شده از دانشگاه‌های مختلف که فکر می‌کنم کم و بیش در چند تا چون اون قرار گرفته باشید، اما من در رابطه با چکیده‌ای از این اخبار به اصطلاح انتخاب کردم که می‌خوام به صورت خیلی گذرا بگم اونها رو. که ما توی دانشگاه‌های مختلف همونطور که گفتم اعتراضات رو شاهد بودیم، اعتراضات از دانشگاه شهرکرد، دانشگاه یزد، دانشگاه مازندران با صدور بیانیه‌های قبل از سال تحصیل جدید شروع شد که اعلام کرده بودند که اعتراضات رو آغاز خواهند کرد و علیه بگیر و ببند، فضای سرکوب و همچنین بازداشت دانشجویان به خاطر فعالیت‌هاشون و همچنین اجرای طرح تفکیک جنسیتی اعتراض خواهند کرد دانشجویان و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ای رو از چند روز قبل از سال تحصیل جدید منتشر کردند. اما با باز شدن دانشگاه‌ها ما شاهد اعتراضات بودیم که از دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه پلی‌تکنیک به خاطر کشته شدن آمنه زنگنه، دانشجوی دختر این دانشجو که به خاطر گاز گرفتگی و خفگی بود جان خودش رو از دست داده بود، ما شاهد اعتراضاتی توی این دانشگاه بودیم و در دانشگاه‌های دیگه هم به خاطر همونطور که گفتم مسائلی مثل اجرای طرح تفکیک جنسیتی و همچنین فضای بگیر و ببند، اینکه دانشجویان رو به کمیته‌های انضباطی و یا به دادگاه احضار کردن و یا دانشجویان رو بازداشت کردن و بخش اعظمی از زندانیان سیاسی در ایران فعالین دانشجویی هستند. اما در ادامه ما باز شاهد ادامه اعتراضات بودیم. در دانشگاه زنجان اعتراضات چند روزه‌ای رو شاهد بودیم که دانشجویان داشتن علیه طرح تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری و همچنین دانشگاه‌های دیگه. از آخرین اونها بیانیه هستش که مجمع فعالین دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل صادر کرده در اعتراض به همین فضایی که گفتم و همچنین اعتراض دانشجویان علم و صنعت در صف خوابگاه پسران و بیانیه اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در پی محرومیت 15 دانشجوی دختر این دانشگاه و همچنین اعتراض و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به تفکیک جنسیتی و تجمع اعتراضی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران به خاطر مجموعه از این مسائلی که از ابتدای برنامه تا الان بهش اشاره کردم، اعتراضاتی شبانه در کوی دانشگاه شکل گرفته. اعتراض بیش از 1000 دانشجوی دانشگاه مازندران که در نامه‌ای به شورای صنفی اعتراض خودشون رو نشون دادن و همچنین تجمع اعتراضی که به صورت خیلی گسترده در دانشگاه مازندران برگزار شده و میتونم دیگه به این اشاره بکنم که یک سری از فعالین دانشجویی هم وقتی که از زندان میخواستن آزاد بشن در مثلا موقع آزادیشون جمهوری اسلامی اونها رو
به اصطلاح حکم شلاقشون رو اجرا کرده و شلاق زده. از یکی از اونها امین نیایی‌فر هستش، دانشجوی دانشگاه تهران. و نکته بعدی در رابطه با این مسئله هستش که جمهوری اسلامی گفته که این طرح تفکیک جنسیتی رو ادامه خواهد داد، حتی دانشگاه‌های تک جنسیتی که فقط دخترانی یا فقط پسرانی هستن گفته راه اندازی میکنه. و به هر ترتیب مبارزات علیه این مسئله ادامه داره و دانشجوها گفتن ما کوتاه نخواهیم اومد و مبارزه ادامه خواهیم داد. من جمله در بیانیه‌ای که در دانشگاه مازندران و منتشر شده اعلام کردن دانشجویان که این مبارزات ادامه خواهد داشت و اعتراضات و دانشجوها از همه امکاناتشون استفاده خواهند کرد برای ادامه دادن مبارزاتشون. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که جمهوری اسلامی اعتراض کرده به دانشجویان نروژ. دانشجویان ایران کم نبودن، حالا دیگه دانشجویان نروژ هم پیوستن به این مسئله و جمهوری اسلامی معترض هست. توی ایران که سرکوب میکنه بازداشت زندانی ها، از این حرفا زورش در خارج از ایران نمیرسه، مجبور هست که فقط از طریق سفارتخونه‌اش اعتراض بکنه، اون هم به خاطر همبستگی که دانشجویان نروژ با دانشجویان تحت حاکمیت حکومت‌های دیکتاتوری مثل ایران، دانشجویانی که توی همچین جوامعی که حکومت‌های دیکتاتوری دارن فعالیت میکنن و زندگی میکنن، اونها در همبستگی با اونها پوستری رو منتشر کردن که بزرگترین دیکتاتورهای قرن رو توی اون آوردن، مثل هیتلر و من جمله خمینی که مورد اعتراض جمهوری اسلامی قرار گرفته. اینا چکیده ای از اخبار این مدت یک ماه گذشته بود که من سعی کردم خیلی خلاصه به اون اشاره بکنم. اما سازمان جوانان کمونیست اطلاعیه ای صادر کرده در رابطه با همین شروع شدن اعتراضات دانشجویی که یک صدا عنوان این اطلاعیه این هست: اعتراضات دانشجویی کلید خورد، دانشجویان یک صدا در دفاع از حرمت انسانی و علیه تفکیک جنسیتی، که به هر ترتیب مجموعه ای از این اعتراضات رو سعی کردیم ما پوشش بدیم از طریق این اطلاعیه. و اون چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که با این اعتراضات همینجور که داریم میریم جلوتر حول یک سری مسائل داره گسترده تر و سراسری تر میشه. یکی از اونها هم مثلا برای آزادی زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی هست، یکی از اونها علیه حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی و کلن مثلا اون آپارتاید جنسی که توی جامعه و توی دانشگاه ها وجود داره، حول دخالت مذهب توی مثلا دانشگاه ها و اینکه دانشگاه محل علم و تحصیل هست و مدام جمهوری اسلامی سعی میکنه از طریق اهرم مذهب مثلا فضای سرکوب رو شدیدتر بکنه، و حول فضای به اصطلاح اون شرایط تحصیلی که در دانشگاه ها در موقع درس خوندن در آزمایشگاه ها و بخش های مختلف دارن و شرایط زیستی که در خوابگاه ها دارن، این بسیار شرایط بدی هست که ما میبینیم توی قضای دانشجوها کرم پیدا میشه. و همین مسائل حول هوش این مسائل اعتراضات پیش میره و گسترده تر میشه. این اعتراضات باید هرچه بیشتر به اصطلاح همبسته تر، متحدانه تر و گسترده تر بره جلو و به اصطلاح دانشجوهای بیشتری بپیوندن به این اعتراضات و جمهوری اسلامی رو عقب بزنه. همونطور که خود دانشجوها گفتن دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد، و گفتن این مبارزات ادامه خواهد داشت تا اینکه دانشجوها به خواسته هاشون برسن، که خواسته های اونها به اصطلاح همون خواسته های کل جامعه هم هستش. به هر ترتیب این اولین برنامه ما در سال تحصیلی جدید بود. ما سعی میکنیم که در برنامه های مختلف مبارزات دانشجویی رو پوشش بدیم و همچنین مسائل مختلفی که کمک میکنه به گسترده تر شدن اعتراضات، به هماهنگ تر شدن اعتراضات دانشجویی، به اونها اشاره بکنیم و با توجه به وقت کمی که داریم بتونیم مجموعه از این مسائل رو پوشش بدیم. من کیان آذر هستم، برنامه دانشگاه سنگر آزادی و برابری که به شما تقدیم کردم. با ما تماس بگیرید با آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید و اخبار اعتراضات خودتون رو در اختیار ما قرار بدید و همچنین برای همکاری و پیشبرد
و هر چه وسیع تر اعتراضات میتونید با ما تماس بگیرید. برای شما تا برنامه بعدی روزها و شبهای بسیار خوبی را آرزو میکنم.